و بخش ورزشی خوش آمدید. ورزشکاران رشته ورزشی کیک بوکسینگ هرات از آنچه بی‌توجهی مسئولان ورزشی این رشته در مرکز میگویند شکایت میکنند. این ورزشکاران میگویند که از چندی بدین سو مسابقات ملی برگزار نشده و در مسابقاتی هم که چندی پیش برگزار گردیده بود آنان را دعوت نکردند. آنان از مسئولان اداره ورزش کشور میخواهند که در این باره پاسخگو باشند. فرهاد توحید گزارش میدهد. فدراسیون کیک بوکسینگ هرات به خاطر رشد و پیشرفت این رشته ورزشی مسابقاتی را تحت نام جام صلح در سالن ورزشی ولایت برگزار نمود. در مسابقات 120 ورزشکار این رشته از 10 باشگاه در 15 وزن در بخش‌های لوکیک و پروفشنال با یکدیگر مبارزه نمودند. ورزشکاران و مسئولان برگزاری این رقابت‌ها سطح مسابقات را خوب توصیف نموده از مسئولان مرکزی شکایت کردند. خوب سطح بالای بس بخیبه آیدان نقصی دعید بالاتر هم بخیبه. خواستم اینه که هرچه مسابقه تیم ملی بگیرم به چه رشد میکنم، از اینکه ما داخلی را مبارزه کنیم بازی کنیم بریم تیم ملی بازی میکنیم. بالا آمدیم که ما دستاورد خارجی داشته باشیم، کلا نمیشه داخل خونه خود خود ما بازی کنیم. ولایت خود خود ما به هر استایلی که ما بگم هم پروفشنال هم سبک لوکیک ما قهرمان خورداریم و متاسفانه چی کنم که اینجگا ما مسابقات منتخبه خور میگیریم و کابل جاب گویی کردن هم ایتانه به حساب که مار ببره بیرون کشور مسابقات ملی مار گرفتن هم ایتانه. سید تیمور حسینی رئیس فدراسیون کیک بوکسینگ هرات میگوید که ورزشکاران کیک بوکسینگ این ولایت همیشه آماده مبارزه در رقابت های ملی و بیرون کشوری بوده، ولی از سوی مرکزی ها به آنان توجهی صورت نمیده. پاسخگو اولی که مگر کمیتی تربیتی سپورت افغانستان باشه، بعد از او باید فدراسیون کیک بوکسینگ افغانستان باشه که به هر ولایت بگه زنگ زنه که ما مسابقاتی داریم، به کدوم ازم شما بیایم، چرا ایران بیای پیش ما ببره با پروفشنال. ما بهترین استایلا داریم که با پروفشنال من شاگرد میگم تربیت میکنم، ولی متاسفانه کس نیه. رقیب استر سخت کابل با کل افغانستان ایرات در مقابل کابل سادگی میکنه که میبینیم بیتر. سرآخر در سومین دور رقابت‌های پروفشنال و لوکیک کیک بوکسینگ هرات باشگاه یاران حمزه با کسب 12 مدال طلا، 10 نقره و 4 برنز مقام اول را از آن خود ساخت و باشگاه‌های مختار و هدف در رده‌های دوم و سوم قرار گرفت. هرات در غرب افغانستان یکی از ولایات ورزشخیز است و همیشه ورزشکاران آن در رقابت‌های ملی و بین‌المللی دستاوردهای شایانی به کشور داشتند.